شما یک ماشینی که حامل بنزین باشه، یه تریلی که حامل هر باری باشه، وقتی به هم بخورن طبیعی اون که حامل بنزین آتش میگیره، اون طبیعی که کشتی مقابل، شناور مقابل یا ماشین مقابل حداقل آسیب رو خواهد دید. خب این اتفاق که افتاد در همون محل اول انفجار شدیدی صورت گرفت، همونطور که آقای مقیمی هم اشاره کردن، بالاخره 115 هزار تون کاندنسیت که موادی بین بنزین و گاز هست با درجه اشتعال منفی 18 درجه طبیعی است که این حادثه حادثه هولناکی باشه. اون کشتی مقابل که کشتی کریستال هست بلافاصله در واقع فاصله گرفت بعد از برخورد و کل خدمه که 21 نفر بودن با قایق نجات به دریا افتادن. توسط کشتی های ماهیگیری که اطراف بود اونا رو منتقل کردن به کشتی ماهیگیری و بعدم با هلیکوپتر بردن به ساحل، بلافاصله برگشتن کشتیشون رو بردن به نزدیکترین بندرشون. اون آسیب دید ولی آسیب انجین و موتور ندید، بلکه آسیب عرشه دید و بخش ظاهریش در واقع یک صدمات دید. لذا به این دلیل اون حداقل آسیب رو دید ولی این کشتی منفجر شد. وقتی منفجر بشه معلومه که در واقع به چه شکل و چه خسارتی به پرسنل و خدمه وارد شده. کمون ابتدا دیگه بحثای فنی کمیته استرار در شرکت ملی نفت کشت، سازمان بندر، سازمان‌های جهانی، MRCC، بندر عباس، چین، کره و ژاپن، همه کشورها رو ما بسیج کردیم. گرچه در ابتدا بر اساس تجربه‌ای که کاپیتان‌های قدیمی کشتی‌های جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی نفت کشت، همکاران ما در سازمان بنادر اطلاعاتی که داشتن خب خیلی ناامید کننده بود، ولی ما به عنوان سازمان بنادر و شرکت ملی نفت کشت اگر یک در 100 هزار هم احتمال می‌دادیم، بایستی در واقع موضوع ملی می‌کردیم و همه رو حساس می‌کردیم و حداکثر امکانات ملی و بین‌المللی رو به خدمت می‌گرفتیم، چون خدمه برای ما مهم بودن و تا آخرین لحظه در واقع تلاش شد. حتی تلاش این شد که پیکر اینها، این عزیزان به کشور منتقل بشه که حالا متاسفانه سه تاشون، یکی خودش به آب افتاد و دو تاشی که اون تیم تجسس و نجات به کشتی مراجعه کرد و منتقل کرد به بندر شانگهای و بقیه هم که دیگه همه دیدن چه اتفاق افتاد. بنابراین از حضور شما حادثه عمقش و فاجعهش همون ساعت اول کاملا مشخص بود چی هست. کسایی که در واقع در بخش نفت، در بخش بنادر کشور بودن، عمق فاجعه رو میدونستن، ولی این تلاش ها باعث میشد و این در واقع حساسیت رو باعث ایجاد میشد که ما در واقع حداقل بتونیم پیکر اونا رو منتقل بکنیم که حداقل در بخشش این کار انجام شد.